بله، درود به همیهنان گرامی، به باشندگان. من قرار بود که میکروفون بیارم بیرون، این از یک بگو گفتار باشه. امیدوارم این فاصله رو بتونم نگه دارم. بله، این موضوع سخن رو من امروز اینجوری برنهادم، چون در یک گردآمد زرتشتی هستیم. من معمولا این نگاهی که مطرح میکنم در مورد ایران کهن و ترارفتش یا ترانزیشنش به ایران پس از اسلام، یعنی کانسپت هایی که داشته و بعدن دگرسازی شده پس از اسلام، در حقیقت رو به فروکش یا تخریب، برای مدل سازی اونها معمولا میشه نگاه سکولار یا فلسفی داره. امروز در گردآمد دوستان زرتشتی من اینو یک مقدار دینشناسانه ترم بهش دادم. البته نگاه دینشناسی بازم حالت بیشتر دانشگاهی داره و میخواد کمک کنه به همیهنان زرتشتی که من خودم در حقیقت هستم از کودکی، وقتی که پدر مادرم گرویدن، که بتونن در بحثایی که با دیگر همیهنان ایرانی به ویژه دارن از نظر برهانی و منطقی اون چیزی رو که شایسته آیین زرتشت هست برآورده کنن. نامش نسبتاً ادعای بزرگی درش هست، میگه آیین زرتشت تنها پروژه کامیاب یکتاپرستی در تاریخ بشر. این رو من بهش ایمان دارم، یعنی از نظر علمی میشه از من ثابتش کرد. واژه یکتاپرستی هم که اینجا برنهاده شده در معنای مونوتئیزم یا توحید نیست، یه گستری بسیار فراختری داره که داخل همین سخنانی بهش میرسیم. ما نخست میپردازیم به این که ساختارهای دینی رو یا دستگاه‌های دینی رو اصلا چجوری میشه واکافت. یکی از راه‌هایی که هست اینه که ساختار بنیادیش آدم نگاه کنه، یعنی اینکه ساختمان کلی این دین چجوری کار میکنه، از چه بخشایی ساخته شده، بخشای کلی و این بخش‌ها با چه پیوستهای منطقی به هم وصل شدن. بعد تک تک این بخش‌ها رو میشه نگاه کرد که دینامیک درونیشون چیست. من دینامیک رو به فارسی با پویش برگرداندم، دینامیک درونی بخش‌های گوناگون این ساختار بنیادی. و مطلب سومی هم که باید فراموش نشه اینه که اینتراکشن یا برهمکنش این دوتا کاتگوری یا بالا ساختار بنیادی و پویش درونی اون زیر بخش‌های اون ساختار بنیادی، اینا چجوری با همدیگه کار میکنن؟ آیا همدیگه رو هم‌افزایی میکنن یا همکاستی میکنن، همکاهی میکنن، این با هم سازگارن، ناسازگارن؟ این مطلب سوم اصلا خیلی مهمیه. ولی فعلا ساختار بنیادی و پویش درونی تک تک بخش‌های ساختاری رو من بهشون میپردازم. دستگاه‌های دینی رو اصلا بر چه پایه‌هایی میشه بخش بندی کرد؟ اگه کسی بخواد کلی به مجموعه سترگ دینایی که تاکنون بودن نگاه کنه، خب یه دین‌هایی بودن در روزگار آغازین، چه در روزگار سنگ، عصر حجر، عصر حجر کهن و عصر حجر نوین، یعنی پس از کشاورزی، ولی در آغاز روزگار عصر حجر نوین، اینا به بنیادهای طبیعی میپرداختن. و ساده دلانه میشه گفت تو حالت سرخپوستای شمالی هنوز این برپا بود هنگامی که سفیدپوستا اومدن. بله، روانمند پنداری پدیده های طبیعی، یعنی در پدیده های طبیعی مثل آب و کوه و درخت روانهایی نهفته که این روانها زندن و حالت معنوی دارن. نمونه ها در دین های آغازین و طبیعتگرا از جمله سرخپوست های آمریکای شمالی. بعد وقتی که تکامل تمدنی بشر پیش رفت و دهای بزرگ به دهای بزرگ به شهرهای کوچک و شهرهای بزرگتر تبدیل شدن و اینا پیوست یافتن، نیازهای دینی بیشتر با حالت ایزد تراکم یافت. یعنی اینکه یک ابر نیروی طبیعی، تراکم پیدا میکنه، یه شناخت ویژه پیدا میکنه و زیر یه نام و برداشت روشن ستوده میشه، آماج ستایش دینی قرار میگیره، البته از قوم به قوم با حالات بسیار گوناگون.
ولی خب این امروز فقط یک گفتار کوتاه، اگه همه اینا رو من بخوام بشکافم گفتار امروزی رو میبایست به 12 تا 14 ساعت گسترش بدم، بنابراین من شتابان رد میشم. بله، ساختار جاافتاده دین در بیشتر تمدن‌ها میشه گفت از هزاره سوم چهارم پیش از میلاد همین گونه بوده. نیروهای ابرطبیعی تراکم یافته به نام ایزد. و البته یک بنیاد فلسفی هم میتونه به پایه دین یا شبه دین برکشیده بشه. حالا کسی ممکن از خودش بپرسه که چگونه؟ مثلا فیثاغورسیان در یونان باستان، اینا برداشتهای ریاضیشون رو به حالتی قداست یا زیرساخت معنوی بخشیده بودن و گمان میکنن که چیزی شبیه یک دینه. البته خب یک دین فلسفی در راستای ایمان کلاسیک نمیشه دیدش. پلوتین هم به همین مسیر میرفته از این بنیادنه نو افلاطونیان در سده های پس از میلاد، سده سوم پس از میلاد. حالا داستان هر کدوم از اینها درازه، ولی تا اندازه به کار ما ارتباط داره، به ویژه پلوتین. چون پلوتین کوشش میکرد اندیشه یکتا پرستی رو از دیدگاه فلسفی جمع و جورش کنه. حالا ما یکتا پرستی که برسیم بیشتر خواهم گفت. بله، این دستگاه های دینی سرنوشت ساز از دوره باستان به امروز که من عرض کردم به این سه گروه بخش بندی کردم، اینهای طبیعی، ایزد پرست و فلسفه بنیاد. ما دینهای ایزد پرست رو یه خورده نزدیکتر نگاه میکنیم چون به کار ما اونا بستگی بیشتر داره و اونا هستن که جهان آخرش را تصرف کردن، به جز مثلا گروه دینهای مثلا مثل دستگاه فلسفه کنفوسیایی یا حتی زیر ساخت کلی بودایی. ولی دینهای ایزد پرست به ویژه از گونه تندرو مونوتیستیشون، یعنی دینهای ابراهیمی، نوادن جهان رو گرفتن. اینا خب کلاسیک بخش بندی میشن به پولیتئیسم، یعنی فزون ایزدی، از دو واژه یونانی باستانی پولیس و تئوس، و یکمان ایزدی. اینو افرادی که تو کار دین شناسی نبودن کمتر میشناسن. این یک حالت میانیه میون فزون ایزدی و بعد تک ایزدی که نظیر نام مونوتئیسم شناخته شده. مونوس تو یونانی باستان یعنی تکی، به تنها، و اون یکی ولی پیشوند هناس رو به کار میبره، یعنی یکی، یکی از برخی، یکی با برتری و دیگری. یکمان ایزدی به ویژه شکافتنش برای ما امروز خیلی مهم خواهد. هنوتئیسم رو حالا کسانی در ایران هم خواستن ترجمه کنند با یکی از چند پرستی و اینا، چون همش در زوایای دانشگاهی فقط ازش هنوز نام برده میشه، ولی من یکمان رو برنهادم، یعنی میگم یک آن مدل یکی که توش هنوز ساختار درونی وجود داره. یعنی تک ایزدی نیست، تک ایزدی یعنی یه ایزد که همه چیز رو در بر گرفته، همه نیروهای دیگر رو کنار زده، هیچ چیز رو قبول نداره، فقط خودشه. یکمان ایزدی یک ایزد آرایش دهنده توش هست که از بقیه مهمتره و نیروهای دیگه یا هنوز تو حالت ایزدهای کوچکتر شده یا شبه ایزد یا ایزدیار به سر میبرن. بنابراین من واژه یک فارسی رو با پسوند مان که ساختار میرسونه، مثل ساختمان، سازمان، گفتمان، به هم پیوند زدم. یعنی یک آن یکی که هنوز ساختار درونی هم داره. دینهای فلسفی هم نقشی بازی کردن، البته به وسیله دینهای ایزد پرست از میدان بیرون رانده میشدن و میشوند. دینهای ایزد پرست تکاپوی بیشتری دارن که در مورد دینهای فلسفی هم میشه دو بخش بندی کرد که از خود دین برآمده باشن یا از فلسفه برآمده باشن. پس این بخش بود یه نگاهی به دینهای ایزد پرست و دینهای فلسفی به دستبندی درونیشون. ما در داخل همین دستگاه دینی سرنوشت ساز میمونیم. دینهای ایزد پرست، دوباره اینجا این نگاهی به پولیتئیسم میندازیم، به فزون ایزدی. دستگاه دینی هستن که مثلا مانند روم باستان یا یونان باستان، حالات آغازین هندوی باستان، یعنی کلن دینهای هندو اروپایان خاوری که ما بهشون میگیم آریایی، واژه ربطی به نژاد و نژادگرایی نداره، بلکه تو زبان شناسی واژه حرفه‌ای هندو اروپایای خاوریه که نیاکان هندیا و ایرانیای باستان بوده. تو دوران آغازین آریایی هم ما اینو
داشتیم، ولی اونا نسبتا زود به سوی هنوتئیسم رفتن. تو روم باستان و یونان باستان هم تو دوران آغازینش بود، ولی اونا هم بدن به سوی هنوتئیسم رفتن، یعنی یک مان ایزدی از روزگاری که فلسفه اونجا برآمد. این فلسفه رو دینای هندو اروپایی قدیم همیشه این اثر داشته که بعدن دنبال یک ارزش بنیادی می‌گردن. حالا داستانش دراز میشه می‌رسیم. این ایزدهای گوناگون در فوزون ایزدی یا پلیتئیسم هر کدومشون با جهان مادی مثلا در تماس بودن، در پندار باورمندان، و هر ایزدی میتونست داد و دهش خودش داشته باشه با جهان مادی طبق باور باورمندان. اونی که فلش آبیه نشون میده کارکرد ایزد بر جهان مادی رو، اونی هم که مثلا نارنجیه کارکرد باورمند بر ایزدش رو طبق نظریه دین خودش، حالا با قربانیایی که میکنه، با نیایشایی که میکنه، یا با کارهایی که کلا در جهان انجام میده گمان میکنه بازورزی داره، یا یه دونه دقیقاً کنش معکوس داره روی مسائل آسمانی. تونت رفت جلو. اینجا ما هنوتئیسم رو میبینیم یا یک مان ایزدی رو میبینیم. یک مان، یه یکی پدید اومده، یه دستگاه مرکزی فلسفی و یک ایزدی که اون رو نمایندگی میکنه با اون ایزد مهتر، و دوروبر خودش نیروهای ایزدی هنوز داره. من اینا رو با ایزد، ایزد کوچیک، ایزدیار، فرگان، فرگان باشه قدیم فارسی بوده بسید پرینسیپل، اصل، یه باشه ساسانیه، من دوباره زندهش کردم چون باشه خیلی خوبی. از افکندن در حقیقت همخانه است، ریشه فارسی باستان کن میشده انداختن، و اپکن وقتی میگفتن میشه افکندن، و فرکن میشه یعنی پیش میندازه، مانی شالوده روش میسازه، یعنی شالوده که روش همچه ساخته شده. فرکن میگفتن مثلا تو گویش قدیمی اشکانی، بعد فرکن تو ساسانی، حالا ما تو فارسی داری بهش میگیم فرگان. نیروهای گوناگون، فرگانهای گوناگون، ایزدیاران گوناگون. حالا این مدل یک مان پرستی خودش درجات گوناگون میتونه داشته باشه. یعنی اون ایزد بزرگ کنار خودش هنوز ایزدهای کوچیک رو تحمل میکنه، یا اینکه اینا دیگه فقط به دستیارانش و نیروهای ایزدی در آمدن. آیین زرتشت وقتی که پیدایش یافت توی اون هزار سال تکاملی پیش از اسلامش و 1500 سال پیش از اسلامش، اگه ما زرتشت رو تقریبا با 1000 پیش از میلاد، 1000-1200 پیش از میلاد برآورد کنیم، اونجا این نابا هم در کنش واکنش بودن که نیروهای کلاسیکی بودن در داخل خود موها، اونا میگفتن که حالا به موبت در آمده بودن که بذارید اون ایزدهای قدیم هم ولات ایزد کوچک هنوز باشن، ولی کسان دیگری که پیام زرتشتیان فلسفی تر بهش نگاه میکردن، اونا میگفتن حد اکثر دیگر حالت نیرو، نیروهای آسمانی باشن، ولی اونا رو کاملا قدغن هیچ کی نمیخواست بکنه. این یکی از بزرگترین برتری های آیین زرتشت به دینای یکتاپرست دیگه. هندوهای کلاسیک در زمان ودا، برای نمونه نوشتای ودایی، اونا هنوز ایزد داشتن کنار ایزد مرکزی. البته اونا برای باور بودن، اونجوری که ماکس میلر آنالیز میکنه صده 19 هم، که یک اصل فلسفی تو جهان معنوی هست که ازش این ایزدها میتراون میان بیرون، آخر سر همشون تراوش های یک دستگاه مرکزی هستن. گویا آریایی های متأخر، یعنی پس این پیش از این که هندیا و ایرانیا جدا بشن، تقریبا 1400 پیش از میلاد، 1500 پیش از میلاد، گویا این راهو داشتن میرفتن که کلن دستگاه چند ایزدیشون رو به عنوان تراوش های یک ساختار فلسفی جهان معنوی بهش نگاه کنن. رو این موج بعدن زرتشت سوار شده و یک دستگاه فلسفی شگرفی از توش آورده بیرون، چون نمودهایی روش پیدا آورده که بعدن دیگه توی هندوی باستان نیست. اونا فقط همه داشتن این راهو میرفتن که ما یه دستگاه فلسفی رو بپذیریم به عنوان زیر ساخت این دینمون و این ایزدهای گوناگون رو تراوش‌های اون دستگاه مرکزی یکسان، دستگاه فلسفی یکسان نگاه کنیم. ولی بعدن نوآوری‌هایی که زرتشت توش انجام داد، بعد این شگفت‌آوری از توش پیدا شد که هندوها دیگه به اونجا نرسیدن. ولی همین که اون ایزد مرکزی ایزدان کوچک دیگه، ایزدیارانی رو تحمل کنه، یه چیز بی اندازه مهمه. دین‌های دیگری که در بخش یکتاپرستی، من یه خورده جا ساده میگم، به انحراف رفتن، اونایی بودن که گفتن ما همه چی رو متمرکز میکنیم توی قدرت انحصاری مرکزی و این هیچ چی رو کنار خودش تحمل نمیکنه و به هر شبه نیروی دیگه‌ای هم به عنوان فضولی
نگاه بکنه اونجوری که میگن شرک، یعنی داره تو کار اون ایزد اصلی داره شراکت میکنه و باید اصلا نسلش هم برانداخت. این اندیشه رو بدن بی اندازه میخوش کنه. ما به فزون ایزدی ها مثلا یک خورده نگاه کنیم، اونایی که من آوردم فقط واسه تکمیل. تو مصر باستان بوده، ما اونجا میشم ایزدستان، ترجمه من برای پانتئون. در مصر باستان، در سومر بوده، حالتا خیلی کهن، بعد از گروه سامیش، بابل، آشور، کنعان کهن، یعنی نیاکان یهود، اونا هم فزون ایزدی بودن اول. از گروه هندو اروپایی، روم باستان، یونان باستان، آریاییان پیش از جدایی هندو ایرانی ها عرض کردم، جرمن های باستان، یعنی کلند هندو اروپایی شمالی، کلتی ها و الاخر. در جنوب آمریکا هم که بوده، این کانسپت فزون ایزدی به هر قوم انسانی که اینجوری کارش به شهر نشینی میرسه، ظاهرا بندیش میرسه. مایا، اتستک و گروه های دیگر، هولوکان و اینا، در جنوب آمریکا جنوبی داشتن. به یک مان ایزدی نگاه کنیم که آیا جز آیین زرتشت هم کسی این راه رو رفته بوده، یعنی یه ایزد مرکزی که نیروهای رو کنار خودش آرایش میده. در مصر حتی باستان یکی از فرعوناشون به نام اکناتون یا اشناتون، ساده بگیم سده 14 پیش از میلاد، این کوشش رو کرد. البته با زور و فشار و اینها، یعنی اون کانسپت فلسفی نداشت، آخرم کامیاب نشد، اما به نسل خودش محدود بود. پس از اینکه درگذشت، اون موبدان یا روحانیون آمون دوباره برگشتن سر کار قبلش، ولی بوده، سعی در اونجا بوده. برخی میگن شاید مثلا این بازنمودی هم روی قوم یهود داشته که شنیده بودن یه همچین کانسپتی هم هست، میشه همه چی رو روی قدرت مثلا تمرکز داره. از گروه هندو اروپایی، هندوی باستان دوران ودایی این راه داشتن میرفتن، عرض کردن کانسپت فلسفی رو بنیاد گذاشته بودن و ایزدان به عنوان تراوش اونها نگاه میکردن. آیین زرتشت این از همه دقیقتر و عمیق‌تر رفته، حتی عرض کردم دینای رومی یونانی روزگار پسین باستان، موقعی که فلسفی شده بودن. البته فرنگی ها اینو دوست ندارن بگن که احتمال زیاد داره که این فقط به خاطر فلسفی شدنشون نبوده، بلکه تو همنشینی با همسایه‌شون که اون ابرقدرت دیگر جهان ایران باستان بود، به اون بوده. اینا وقتی میرفتن اونجا تجارت، رفت آمد، احتمالاً حتی آموزش تو دانشگاه مرزی، هرچی که با اون کانسپت های آیین زرتشت وقتی برخورد میکردن روشون بی اندازه اثر داشته. فرنگی ها اینو اصلا دوست ندارن، گسترش این فکر رو، چون بهش اون موقع به عنوان یه جور در حقیقت زیر سوال رفتن پیش دستی خودشون نگاه میکنن. حالا اونم داستانش درازه، شوونیسمی که در فرنگ بدن تو سده 19 هم پیدا شده بود چقدر ازش مونده، موضوع بحث درازتریه، ولی اصلا خوششون نمیاد از اینکه نکنه اینجوری بوده باشه که این زیر برخورد با آیین زرتشت اینا رو آموختن، نه به خاطر مسائل فلسفی خودشون. میگم اون یه آمیزه حضرت جفتش بوده. ولی فراموش نکنیم که حتی در مورد پیدایش فلسفه هم صحبت هست که تا چه اندازه آیین زرتشت روش اثر داشته، چون میدونید که با تالس آغاز شد 600 پیش از میلاد. در کجا؟ در ساحل ایونی آسیای کوچک، یعنی جایی که تازه زیر فرمان هخامنشی آمده بود. این خود یونانی ها پیش از اینکه با ایرانیا برخورد کنن فکر فلسفه تو سرشون نبود، تو فکرهای اساطیری به سر می بردن، مثل روانشاد هومر. این خیلی مشکوکه که بعد از تصرفی که ایران کرد تو منطقه اینا یا فیلسوف شدن از امروز به فردا. البته به این معنا نیست که بعدن کارهای شگرفی که یونانیا کردن ایرانیا بهشون یاد دادن، که بعدن سرنخو گرفته بودن خودشون رفتن با همت زیاد رفتن. نامایی نمیدونم مثل حالا نامای پیش از سقراط، همون کسایی از شمار بیرونه، بعد از تالس، اناکسیماندر، اناکسیمنس، هراکلیت، پارمنیدس، امپدوکلس، یکی دوتا و دهتا نیست، خودشون راه بدن رفتن. بعد هم که سقراط و افلاطون و ارسطو اینها، ولی در مورد سرآغازش میشه به شدت بحث کرد که این نکنه همون کنسپت خردگرایی محض آیین زرتشت بوده که اینا تحت تاثیر قرار داده، ولی موضوع بحث امروز ما نیست. بعد رومیای باستان هم وقتی که فلسفی تر شدن یه موقع این راه یکمان پرستی رو رفتن، گفتن این ایزدان گوناگون یه خورده مثل یه خیمه شب بازی میمونه، ولی دوستم نداشتن که همه رو خفه کنن و همون ایزد یکی رو فقط بذارن مثل مال ابراهیمیان. راه شبیه ایرانی‌ها رفتن، یعنی در دوران پایانیشون
اینا هم یه زئوسی داشتن و یه جوپیتری داشتن که نقش اورمز رو تنظیم بازی میکرد. ولی وارد این بحث نمیخوای بشیم. از گروه سامی هم بله، مثلا گونه آغازین دین یهود هم یه جور یکمان پرستی رو گذرونده میگویند که قبلا که فزون ایزدی بوده، فزون ایزدی بوده و بعد گویا تو سده هفتم و هشتم پیش از میلاد داشتی دوران ترانزیشن تراروی رو میگذرونده که اونجا اینا یکمان ایزدی بودن، یعنی یه ایزدی داشتن که ایزدهای دیگر رو تحمل میکنه کنار خودش، ولی بعدا خیلی زود اون راه رفتن که این ایزد که کاملا انحصار پیدا کرد و گفت هیچ رو قبول ندارم جز خودم. به تک ایزدی هم که خب اون یکی همه اصلا بیشتر میشتن، چون دینای تک ایزدی از مدر خشن ابراهیمیش بدن جهان رو فتح کردن، واسه همین ما همه اینو بهتر اصلا میشناسیم. نمونه‌هاش آیین زرتشت، اینجا اگه کسی بخواد زیر نام تک ایزدی بذاره فقط تو پرانتز میتونه بذاره. حالاتی بدن آیین زرتشت پیدا کرد از کسانی که ایزدان و ایزدیاران دیگر رو میخواستن کنار بذارن، به ویژه توی 200 سال اخیر از هند این سلیقه برآمد که همونطور که مثلا مسیحی های پروتستانت هم یه تک ایزدی هستن و یه سیستم شسرفته‌ای دارن، ما میتونیم ایزدیاران و اون فرگان ها و نیروهای آسمانی و امشاسپندان رو از حالت حتی اونی هم که داشتن فرو کاهیم و نقش اهورامزدا رو مرکزی کنیم، مثل خدای در حقیقت ابراهیمی ها، مثل پروتستانت هم شسترفته باشه، مثل اون سنتی باشه. این سلیقه برآمد، ولی تا اندازه آیین زرتشت هم این راه رو کوشش شده توش آزمایش بشه، من تو پرانتز گذاشتم. اصلیاش ولی خب مخترعش دین یهوده، گویا از روزگار اسارتشون در بابل این راه رفتن و بعد به مسیح ارث اسلام از همهشون در حقیقت خشنتر و مستقیمتر آیین های دیگه می راه بدن رفتن. دین های فلسفی رو یه نگاهی فقط بکنیم، حالا که این ایزد دین های ایزد بنیاد رو بیشتر نگاه کردیم، اینا میتونن دین برآمده باشن مثل آیین زرتشت، آیین بودا، هرچند چون در پرانتز چون کلا دینی که از فلسفی باشه سخت میشه گفتیم واقعا دینه، ولی شبه دین میتونه باشه که معنوی دیگه آخر تو ذهن خیلی از باورمندانش پیدا کرده بود، یعنی شبه در حقیقت ترانسندنت. این سفر رو ولی زود میگذرانیم، این فقط برای تکمیل بود. ولی این مطلب که آیین زرتشت بار فلسفیش اینقدر قویه که به عنوان تنها آیین یکتاپرستی که بوده میشه حتی یه دین فلسفی بهش نگریست، این مطلب مهمیه تو تمام این سفر، اونو بیاد بسپرید، اون یکی ها از این خبران نبود. بله، حالا ما سخن بردیم از اینکه توی این نگاه کلیمون میخوایم دستگاه دینی رو بر پایه ساختارشون یا پویش اون بخش‌های اون ساختار نگاه کنیم یا اونم برهم کنیم. اون ساختار بنیادی رو گذروندیم که دین نمیدونم تو طبیعی باشه، ایزد بنیاد باشه، فلسفی باشه، اگه ایزد بنیاد باشه میتونه فزون ایزد و یکمان ایزد و تک ایزد باشه از این حرفا. حالا میریم سراغ پویش درونی. گذشته از این ساختار کلی، پویش تک تک بخش‌های درونیش چگونه میتونه باشه؟ حالا اینکه بپرسیم منظور چیست؟ میونه دینامیک و ساختار میشه فرق گذاشت؟ چرا؟ ببینید مثلا آدم ممکنه درس رو به یه دانش آموز در ساختار مکتب بده یا سیستم مدرسه مدرن. این فرق ساختاریه. ولی شما وقتی مدرسه رو هم برگزیدی، بعداً پرسش پیش میاد که سیستم مدیریتش، فلسفه آموزشش، اینتراکشن بین شاگرد و آموزگار اینا چجوری کار میکنه؟ اون بخشی در پویش درونیه. مدرسه با مدرسه یکی نیست، با این ساختار رسمیشون گفتن یکیه. پس به پویش درونی اینجا نگاه میکنیم. در پویش درونی خیلی پارامترها رو میشه نام برد، من فقط ذهنها رو یه خورده اینجا کنجکاو میکنم. گستره دانایی ایزد از دین به دین میتونه فرق کنه، فزون ایزدی، تک ایزدی فرق نمیکنه. کلاً اون ایزدی که من در نگر دارم چقدر میدونه در مورد جهان؟ همه آگاه یکی از کانسپت هاست که همه چی رو میدونه، معمولا تو دینای مونوتیستیک اینجور هست، یا نا همه آگاه از برخی چیزا خبر نداره. گستره تواناییش چجوریه یا اون ایزدان؟ همه توانه، هر چی رو بخواد میتونه بیافرینه، هر مشکلی رو با نیروی آفرینشش حل کنه، یا اینکه محدوده.
یکی از نبوغوارترین طرح‌پردازی هایی که زرتشت انجام داده اینه که اهورامزدا رو همه توان نکرده. تو اون کانسپتش گفته که نا همه توانه، میتونه نیروهای ایزدی بیافرینه و بخش جهان نورانی رو سازمان بده، ولی نمیتونه با یه اراده کوچیک اهریمن رو ناپدید کنه، از بین ببره، چون اگر که در توانش بود میکرد. و دینای ابراهیمی با این مطلب که میگن خداوند ما هم همه آگاهه هم همه توانه، مشکلات فلسفی عبور ناپذیر ایجاد کردن برای خودشون که بعد این باورمندانشون رو از نظر فکری بسیار آشفته روان میکنه. یعنی شما وقتی به این ایمان داری که از خداوند شما میتونه همه چی رو با ارادش درست کنه، این پرسش پیدا میکنه که پس چرا نمیکنه؟ بعد میگه خود اون طفلا به مشکل میخورن، بعد میگن نه 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 میخواد ما رو آزمایش کنه. خب بهش میگید که خب اون میگید که همه آگاه هم که هست، که یعنی از قبل هم میدونه بعد کی گناه میکنه کی گناه نمیکنه، ولی با اینکه میدونه کی گناه میکنه کی گناه نمیکنه میگه اول آزمایش میکنم بعدم بدکارا شکنجه میکنم. این در حقیقت اون موقع یه حالات میتونه نه فقط تناقضات منطقی شدید به وجود میاره که خود اون باورمند بعد از یه مدت میگه آقا کافر دیگه نپرس، دارم خشمگین میشم، چون خیلی زود به شک میخوره، اینقدر مشکلات فلسفی توش هست، چون به شک میخوره مجبور میشه برای اینکه به شک نخوره کلن فکر کردن رو بذاره کنار. این موقع این پیامدهای خیلی ژرف داره واسه تکامل اینجور دینا که بعدن چه مدل جوامعی اتوش میاد بیرون. زرتشت اینو از آغاز دقیقا میدونسته که اگه همه توانش بکنه، خب در گفتارش قشنگه میگه خب ما خداوندمون هم بر همه کارم تواناست، ولی ظاهرا این پیامد منطقی رو جا به جا دیده، این اون درست نمیتونه باشه. پس بنابراین اهورمزد تو برخورد با اهریمن مرزهای توانایی داره که ما تو اونم نمیخوایم الان فرمی هر کدوم از اینا اون گفتارهای دو سه ساعت است که من عرض کردم، اینا رو از درون بندهش میشه اصلا دقیق‌تر استخراج کرد. بله، بعد این ایزد یا ایزدان ما تا چند اندازه اصلا دست میازن به اتفاقات جهان، اصلا دخالت میکنن نمیکنن؟ برخی از ایزدان یا دستگاه ایزدی خیلی دخالت میکنن، برخی هاشون به خود انسان میسپرن. من تو تک تک این پارامتر رو نمیدونم الان فرو برم، فقط میشمرم که ذهنها رو کنجکاو کنم برای بودن این پارامتر رو. اصلا گسترش رواداری یک ایزد یا ایزدان به گرایش های باورمندان خودش تا چند اندازه است؟ روا میداره تحمل میکنه یا نه اگه اونا یه مقدار آزادی فکری خودشون رو داشته باشن؟ برخی از دستگاه دینی ایزدانشون بسیار تنگ و خودکامه هستن، در مورد دینای ابراهیمی از این گروه هم تقریبا از همشون شدیدتر اسلام. این بحث های علمی در این مورد شده که میونه حتی مسیحیت و اسلام تو این پارامتر فرق است. یعنی مسیحیت تا اندازه‌ای قابل توجهی تحمل میکنه آزادی فکری باورمندان، نه از یه حدی فراتر، ولی از اسلام خیلی بیشتر. و خود اونایی که اینا رو کانسپت سازی میکنن برای این باورن که یکی از دلایلی که داخل مسیحیت آخر سر رفرم بیرون اومد با لوتر و دیگران این بوده، در اسلام چون اصلا تحمل نمیکنه هر گونه گرایش به نوآوری رو در همون آغاز کار سرکوب میکنه، بنابراین هیچ رفرمی هم نمیتونه پدید بیاد. یا اینکه کلا اصلا این گستره روانی بسیار فراخ باشه. بنیاد گزینش‌ها و گزینش‌های این ایزد یا ایزدان چجوریه؟ چجوری تصمیم گیری میکنه؟ با خرد، با خردی تصمیم گیری میکنه، خرد قابل فهم یا نافهم برای انسان، با خرد برای انسان ناگیرا، یعنی میگوین که ترانسندنت، فرافرازنده است، از اون جهان ما اصلا نمیفهمیم چیکار داره میکنه، یا اینکه خرد انسان میتونه کاراشو درک کنه. اینجا هم دوباره یه فرق بسیار 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 بزرگی بین دینای ابراهیمی و آیین زرتشت. اینجا ولی هر سه تا ابراهیمی ها با هم همراهن، مسیحیت هم همچنین که تو اون یکی با اسلام فرق داشت، میبینید از پارامتر به پارامتر فرق بکنه، این فاین تیونینگش آنالیزای خیلی سنگین میخواد، ولی در این یکی اون سه تا با هم همراهن و همه بر این باورن که کارای خداوند اصلا قابل درک نیست برای انسان. خود این داغون میکنه خرد انسانی رو و اعتماد به نفس انسانی رو. در آیین زرتشت بر این باور بودن که چون
انسان آخر سر خودش از فروغ اهورامزدا پدید اومده، فروغ نخستین بوده، تو بندهش خوندید که چی میگفت؟ گفتش که از تیه خوش از اثر روشنی، یعنی از روشنایی بیکران، از هستی خودش، از اساره خودش گرفت. بعد اون موقع اون ماده نخستین رو پدید آورد که همون وای بود، یعنی اینجور خلأ ماده مند بود، ایتر بود. و بعد داستانش درازه که بعد چجوری ادامه پیدا کرد تا به جهان مادی پیدا. آخرش همین انسان در آمده از فروغ یزدانی خود اهورامزدا است. بنابراین خرد یزدانی هم توش هست، نه ممکنه تو اون ابعاد، ولی کمیتش نشده، کیفیتش همونه. بنابراین میتونه کارای یزدان رو بفهمه. مال ابراهیمی ها میگه نه به هیچ وجه. یعنی دوست دارن که انسان رو در یه حالتی پر از ترس و لرز نگه دارن که چون میگه مثلا نمیفهمم این یزدان چی کار میکنه، تو کارش هم دخالت نمیکنم، در حالت حساسیت هم داره ظاهرا به این دخالت در کارش به شمال شکل نگاه میکنه و افراد در حالت ترس دائمی به سر میبرن. و البته اون خیلی هم استحکام میبخشه، اون ترس دائمی از این ممکنه این ارتشی هم درست کنه که دیگران رو از بین ببره. ولی من دارم در مورد پیامده فلسفی صحبت میکنم که همچین جامعه اصلا میتونه پیشرفت کنه یا نه. در آیین زرتشت به این ماده شده نه، انسان چون از همون فروغ یزدانی ساخته شده میتونه کار اهورامزدا بفهمه، در ابعاد مخلوق ولی میتونه بفهمه. دوباره بازنمودش خود بندهش نه، حالا اون بخشی که به دامداد دست برگشته ولی تو بندهش خوشبختانه مونده که فرایند آفرینش اهورامزدا رو و کلا وضعیت آغازین رو با یک زنجیره منطقی انگار یک کتاب فلسفیه توضیح میده. چیزی که در دین ابراهیمی شرک کامل شمرده میشه، شما تو کار خداوند دخالت کنید که این فکرش چی بوده که جهان آفریده. جایگاه انسان خب اینم که برای هر کسی دیگه خب اینداست که چیزی مطلب مهمیه. یعنی این انسان در سنج، حالا اون انسان به خودی خود بود، یکی انسان در سنجش با ایزدش چه جایگاهی داره، آیا در بندگی به سر میبره عبادت همش بندگی، یا یار همپای خودشون میشموره. اینجا دوباره آیین زرتشت از آیین ابراهیمی فاصله شدید میگیره، ولی اینجا دوباره ابراهیمی هم فرق میکنن. یعنی مسیحیت میگه تو باره بنده اینها، ولی میزان بندگیش بعد اسلام نیست، یه به نفسی میذاره که خودشو بعدن تو شیبه های نیایششون هم نشون میده. مسیحی ها ایستاده نیایش میکنن، یعنی با یزدان خودشون راز و نیاز میکنن. اون یکی ها مثل اینکه رفتن به دربار یک سلطان قدر قدرت باید نماز ببره، سرشون میمانه زمین. شیوه پرستش میبینید با اون در ارتباط پشتش گذاشتم که در جایگاه بنده نمازگزار و کاملا تسلیم هستن، اونم جلوی یه فرمانروای خشن، چون فرمانروا نیاز نداره خشن باشه، ولی مال اونو کانسپتش اینه که دست کم در اسلام باید خشن هم باشه. تو مسیحیت دوباره نه، اینجا با هم فرق دارن. یا در جایگاه تماس حسی و اندیشگی هم با، یعنی ارتباط معنوی با اون یزدانش ایجاد میکنه و اصلا خودشو به عنوان بنده اون نگاه نمیکنه، بلکه مال هم عرض او که داره باش همکاری میکنه. تو آیین زرتشت اینجوریه، یعنی انسانها دست کم تو آیین زرتشت زمان ساسانی ها رو میگه که دست نخورده بود، اونا خودشون به خودشون به عنوان موجودات یزدانی نگاه میکردن که نوکر یزدان نیست بلکه همکارشه. جایگاه انسان در جهان، حالا اون در سنجش با یزدان بود یا ایزداداشون بود، اینجا در جهان که آیا ناچیزه یا بسیار سرنوشت سازه. اینجا دوباره فرقای عبور ناپذیر بین آیین زرتشت و دین ابراهیمی وجود داره. اینجا دوباره سه تا ابراهیمی‌ها با هم همراه هستن، اون هر سه تاشون انسان ناچیز میدونن، ولی در آیین زرتشت باور داشتن که خب این اهورامزدا ما رو آفریده، دوباره اشاره به بندهشت، که ما در اون نبرد نهایی علیه اهریمن در حقیقت ابزار کاریش ما هستیم با خردمون و وجدانمون، خرد دعوا و دعینا، با نیروی خرد منطق و وجدان فردی اندیویژوالیست. باور نکردنیه، هزار پیش از میلاد از وجدان فردی صحبت میکنه، اصلا باور نکردنیه. این چیزا رو روانشناس لوتر 500 سال پیش ازش سخن گفت تازه، در موردش بحث هم نمیشه کرد. حتی در ترجمه های سنتی مثل مال بارتولومه مال 120 سال پیش میگه اندیویدوال ویزن، یعنی نگاه فردی به جهان. زبان آلمانی مهمترین ترجمه ها کارم شد زبان آلمانی در اون ارسطا. حالا شوخی نمیشه، واقعا درکش این بوده زرتشت که انسان یه وجدان فردی داره که بدون کنترل یزدان کار میکنه، خودش تصمیم میگیره، اگه لازم باشه میتونه حتی که پاش افتاد جلوی یزدان بیسته،
اگه وجدان فردیش بهش حکم کنه. هدف هستی انسان در جهان برای آزمایش شدن یا برای گریز از دردها، اینجا بیشتر ما تو بخش بودایی هستیم، به سوی خیش آسوده سازی، مثلا حالا بودایی یا مثلا کانسپت های مثل اپیکور توی یونان باستان، یا به سوی پیشرفت. تنها دینی تو تاریخ بشر که کانسپت اصلی دینش پیشرفته، دین زرتشتی، هیچ چیزی که وجود نداره، از این فکر به سر هیچ کی نزده، یا هر کسی هم که خواسته بگه، احساس کردین انجی بند کافی دینی نیست. انجی دینی اینه که ما یه مقدار قدری نماز و قربانی و این مسائل اینا، حالا مورد قدیمیش و نوینش، این به نظر افراد فکر فلسفی می اومده، به دلشون اصلا نمیشه اون کانسپت. تنها دینی که این اراده رو کرده که بگه ما اصلا پیشرفت در جهان هدف اونه، بلکه دلیل دینی فلسفی هم براش میاره، یا اهورامزدا این جهان رو آفرید، جهان مادی رو، که میدان نبردش بشه با اهریمن، چون وگرنه نبرد با اهریمن تا بی‌نهایت طول می‌کشه. تو بندهش مطالبه فرمایید خوشبختانه از کم مونده با این هم کتابی نابود شده، ولی یکی مونده که میگه واسه اینکه نبرد با اهریمن تا بی‌نهایت طول نکشه، اهورامزدا برای این باور بود که هدف سازندگی فقط، ما باید نبرد رو محدود کنیم که برگردیم سر پروسه سازندگی. بنابراین به اهریمن پیشنهاد می‌کنه که بذار توی میدان نبرد بیافرینیم، اونجا محدود با هم بجنگیم، به تمام جهان مادی رو اصلا سر این آفریده شد که میدان جنگی باشه محدود، و ابزاری که اونجا انسان داره که باش اهریمن شکست خورد، شکست داده بشه، گسترش پیشرفته، ابزونیگی، چون پیشرفته که جلوی جهل رو میگیره، پیشرفت مادی و معنوی، آموزشی و اینها، هیچ جای دیگه وجود نداره. این یکی ها دیگه فقط انحصاری در آیین زرتشت وجود داره، چه برسه در دینهای یکتا پرست که از کدام بیرون یکتا پرست با خیلی فرق گذاشت. آخر دمایی صحبت کنیم، داستان آفریدش هم یه پارامتر خیلی مهمیه، چون نشون میده که اصلا درکش، درک اون دین چقدر منطقیه یا منطق‌گراست. مثلا یه جهانی ناگهان پدید اومده، ناگه پدید بوده، یا اینکه که میپره بر بنیاد زنجیره منطقی بوده. شما داستان آفرینش در دینان ابراهیمی ناگه پدیده، خدا کمابیش حوصله سر رفته بوده، جهان رو می آفریده، کسی هم برنوز چجوری، و بعدش هم انسان رو میخواد آزمایش کنه توش. در آیین زرتشت دوباره این رو هم میتونید از بندهش استخراج کنید کامل، زنجیره آفرینش منطقیه، یعنی شما احساس کنید کتاب فیزیک باستان رو داری میخونی، توضیح میده که از این نیرو اون نیرو فراز آمد، از آن نیرو این نیرو فراز آمد، چیزی پیچیده عجب و غریب که نشون میده اصلا ذهن این زرتشتی پیش از اسلام تا چقدر کامپلکس و فلسفی بوده. دیگر الگوهای ایزد میتونن چی باشن؟ مثلا این ایزد خونسرده یا به خشم گرایش داره. این مثلا مطلب خیلی جالبی، اون اوایل که ایرانی‌ها تازه از مسلمان‌ها شکست خورده بودن، این مرشدای اسلامی که میدن در روستاها و اونا رو می‌خواستن مسلمان کنن، هی میگفتن از خشم خدا بترسید. حالا خشم در آیین زرتشت کلاسیک یکی از ویژگی‌های خالص اهریمن بود. وقتی افلام گیج می‌شدن، می‌گفتن مگه خداوند خشم داره؟ و اونا مرشدن کلی بهشون شلاق می‌زد و اینا، میگفت آره مشرک کافر، پر از خشمه، خدا پر از خشمه. و این بیچارا گیج شده بودن، یه 200 سالی باید شلاق می‌خوردن تا اصلا عادت کنن بله دیگه سیستمش اینجوریه، کارش نمیشه کرد. و این یکی از اصلا فرقای عبورناپذیره عیسی عجیب و غریب. این ایزد منطقیه یا انتقام‌جوه، تا همین کانسپت‌ها میشون سنجید با هم دیگه، که اصلا این دوتا مثل آب و آتیش هم دین آیین زرتشت و دین ابراهیمی با هم دیگه و چیزهایی دیگه. حالا ما از ساختار بنیادی سخن گفتیم و از پویش درونی، به این داستان آدم میتونه برسه که اینا با هم دیگه در اینتراکشن هم هستن یا مجزا میشه تمیز هستن جدا کرد. بله دامی که از بخش ریاضی فیزیک من این چیزا مهمه. و خب مثلا من توی این نمونه فقط پیادش میکنم که ما اگه همکاری اورمزد با امشاسپندان نگاه کنیم، تو سیستم یک مان پرستی، یعنی یه یکی که ساختار درونی داره، خب با امشاسپندان در تماس تنگاتنگه و با اونا اینتراکت میکنه، بر همکنش داره که با آرایش کلی اونا اون موقع جهان رو مدیریت کنن. تو این ده ها کانسپت خوابیده، نخست این که ایرانی باستان به این ایمان داشتن که توزیع قدرت یه طبیعیه. دو، وقتی شما دستیاری داری یا قدرت رو به جایی دلیگیت میکنی، باید بسپاری دیگه به خودش، دخالت نباید تو کارش بکنی و چیزهای بسیار گوناگون، گذشته از اینکه اصلا به شبکه‌های پیچیده فکری ایمان داشتن
که دینشون اصلا این ساختار به این پیچیدگی و فلسفی داشته که تو تک تک حالا ما واژه‌های اوستایش اگه وارد می‌شدیم خیلی خیلی بیشتر می‌شد گفت و هومنا اشاوایشتا شفرواییریاس پنتار مایتی هاولاتات و امرتات که اینا رو دوستان بیگمان همه از آموزش کودکی می‌شناسن ولی از نظر فلسفی اینا تک تک به اون صورت هنوز درست شکافته نشده فرنگیان تفریات و بخش ساختارشناسی خوب کار کردن به دستور زبان ولی تو ترجمه خیلی 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 آسیب زدن حتی مثلا یک کسی مثل بارتولومه بزرگ آیا نمایشو بگم مثلا تو شطر وایریا اینو ترجمه کردن وایریا رو ترجمه کردن اوستایی با اپتیموم یعنی بهترین و آرزو پذیر و اینها چون ور تو فارسی باستان یا اوستایی بوده گزیدن بوده معنی دیگه هم داشته و اونها ورهای دیگر بودن مثلا کر که معنی اونو داشته و بعد یا معمولا صفتهای آرزویی درست میگه که اپنتز میگیره یه اینجوری میشه وایریا نه وایریا میشه یعنی آرزو پذیر و گزینش پذیر هر جفتش ولی گزینش پذیرم میتونه معنی بده اونایی که اوستاشناس بودن حتی اون آلمانی هایی که واقعا مور از ماس بکشته بودن شور بخونه توی این بخش های معنایی تکیه کردن به دین ابراهیمی خودشون یا کانسپت هایی که میشناختن دین مسیحی اینجوری ترجمه کردن اینو مثلا ترجمه کردن بهترین شهریاری ولی اگه شما شطره رو گزینش پذیر ترجمه کنید بشه اون موقع شهریاری که باید اول از سوی قوم برگزیده بشه یعنی اینقدر نیک باشه که برپذیرفته بشه و اینو مثلا شما توی برتخت نشتن دیالکو حتی میبینید که با یه گزینش عمومی این کار انجام شد قبل از که پادشاهی ماد بنیاد نهاده بشه تک تک این واژه‌ها تو ترجمه‌شون چقدر کاستی بوده نمیتونم براتون بشکافم ولی واقعا جای افسوسه که خود ایرانی‌ها به این مسائل زبان‌شناسی کلاسیک علاقه ندارن که برن دنبالش و تو چندین نسل با کار استخوان خورد کن نور از ماس بکشن بیرون به هر حال این سیستم کامپلکس هورمز و امشاسپندانش با اون نیروهای آرایش دهنده آسمانی حالا من ایزدیاران کوچیک و نیروهای دیگر بزنم بینار که تعدادشون از بسیاره شما وقتی که اینو ترک میکنی و میای به یکتاپرستی یعنی تک ایزدی باید بگیم اون تک ایزدی محض میرسی این که فقط یه نیروست هیچی هم قبول نداره کنارش هیچی هم نیست یعنی کمترین اثری که رو مغز داره اینه که هر گونه کامپلکسیتی فکر کردن رو پاک میکنه و خشن هم هست چون هر کسی که از این کانسپت هم دور بشه من کیفرش میکنم به سختی یا یاران من کیفرش میکنن اگه به چنگ اونا افتاد دنیا کیفرش میکنن بعد این چنگشون افتاد من خودم دنیا کیفرش میکنم و فوقش ایرانی ها کاری که تونستن تو صدای اول باش بکنن چون برایشون اصلا تحمل پذیر نبود این دین نو اینا بودن یه صفاتی به این برعکس بودن ولی یه سری صفات تو تعارفی به یه چیزی چسبوندن که خودش میگه من هیچی رو قبول ندارم اون اثر رو نداره که شما از یه سیستمی بیای که خودش میگه من توزیع قدرت سپردن مسئولیت داره قبول دارم من سپردم به امشاسپندان کارامو هر کدوم یه مسئول مسائل بزرگ کیهانی هستن اون از یه روحیه دیگه پدید میاره یکی از دلایلی که ایرانی‌های باستان در سیستم فدرالشون یا کانفدرالشون دولت مرکزی دخالت نمی‌کرد در کار استاندار همین بود چون می‌شناختن که وقتی اهورمزدا خودش به سپارش مسئولیت ایمان داره خب ما هم ایمان داریم در دوران بعد از اسلام یک تمرکز قدرت بسیار خفه کننده در مراکز دولتی ایجاد شد چه زمان خلافت چه بعدن خود شاههای ایرانی مسلمان شده چون تفلیا کانسپتشون پایینه بود که هیچی رو قبول نداره و هر گونه آزادی عمل رو فقط با کیفر خیلی شدید داده با شکنجه پاسخ میده یعنی پیامد این مسئله دنبال کردن بسیار بسیار گسترده است سوال من پایان میدم امیدوارم هنوز دوستان از فرد خستگی چون بمونه با ایزد بقیه واژه ها جستار های واژه شناختی یکی این که ما حالا این دور زمانه میگیم خدا ولی قدیم ایزد میگفتن خب این به اینم بستگی داره که شما اون برداشت از اون خدایی که در آسمون هست اینه که شما فقط ایشون رو با نهایت احترام یه خورده میستایی یا اینکه شما بنده ایشون هستی خود اینجا آسان آغاز میشه پیش از اسلام کسی به یزدان خدا به اون صورت نمیگفته حتی اینجا اونجا تو بندهش یه جا اومده مثلا گفته که آره اهورامزدا پس از اینکه کارش به آفرینش رسید و این سیستم پیچیده جهان رو آفرید به
خدایی رسید. ولی خدایی اینجا منظورش مثلا یه مالک مسئوله که یه چیز خیلی پیچیده که آفریده باید نگهداریش کنه، مثل یه ملاک در حقیقت. ولی خدایی در روزگار باستان برای سرور به کار میرفته، اون فرمانده نظامی و اینها، مثلا تو ناو خدای مونده، یا مثلا کدک خدای فرمانداری در وارلورد در حقیقت هست، این تو این چیزا مونده. این پس از اسلام اینو چسبوندن به یزدان. پیش از اسلام یا میگفتن ایزد یا میگفتن یزدان، همشون با هم دیگه نیروهای یزدانی که ما باور داریم که بعدن حالا بعدن به پلورال فانتوم تبدیل شده اسم جمع و یزدان یکتا پرست مانند توش اومد بیرون. یعنی خود یزدان اسم جمعه، بعدم اینه که اینه پخش نیرو رو پس قبول داشتن، حتی اون تو اون واژه تو مونده. واژه خدا پس از اسلام یعنی درک ابراهیمی هست از یه ایزد، یه فرماندار نظامی که شما وقتی میری پیشش باید سجده کنی. مثلا نماز رو یه واژه خوب فارسی هست، قبل داشتن، ولی اینه جلوی شاهنشاه انجام میدادن، چون میگفتن که این مرکز قدرته، خب شما نماز نبری ممکنه که کیفرت کنه، خطری هست بالا سرت. ولی اینو رو به یزدانشون همیشه ایستاده نیایش میکردن. ولی که شما این کانسپت ها حتی اینقدر تغییر پیدا کرد که حتی خود واژه فارسی این برانبر شد. بنابراین اگه کسی ایزد به کار برد، خدا به کار برد، بدونید که حتی اینجا فرق آغاز میشه. و توحید حالا ما چی بگیم آخر سر؟ توحیده که خب اون زبان سامی خودش میگه واحده، یعنی چیزی یکسان کردن، و بعد تفعیل اون باب برمیدونه توحید که میشه، یعنی اون فرایند هدفمند یکسان کردن و یکی کردن، تکی کردن، که با مونوتئیسم خوب میخونه، چون مونوس هم یونانی باستان میشه تکی، تنها. اصرار داره به اینکه تنهاست، هیچ دیگه کنارش نیست. به نظر من بهترین ترجمهش تک ایزدیه، نه یکتا پرستی. یکتا یه حالت فلسفی داره، یه میتونه حتی اون هند باستان هم باشه که یه نیروی یکتا، یه نیروی هست، نیروی فلسفی در جهان، ولی یکتاست، همش با هم یه معنا داره و تبلورش مثلا ایزدان گوناگونن. اون یکتا ما رو میبره تو اون حالات. یه واژه شیک فارسی هستن، این توحید نمیخوره. این تک ایزدی اونو بهتر میرسونه که اصرار داره که فقط تکه، هیچ کی هم کنارش نیست. تک خدایی وقتی بگیم تاکید میکنیم بخش حکومتیشو، یعنی اصلا حکومت میکنه، نه فقط رایزنی و هدایت و این مسائل، حکومت آسمانی میکنه اونجوری که ابراهیم دوست داره. یک تا پرستو اینجا یه خورده بگرج بزنه. این هنوتئیسم رو چی بگیم که حالت اصلی آینه زرتشت بوده، یعنی یک ایزدیه که ولی نیروهای ایزدی هم کنارش داره و اونها رو تحمل میکنه. اینو من میگم یک مان پرستی، ولی کسی ممکنه این واژه اینقدر نوع تا بیام جاش بندازیم 100 سال بگذره. اینجا اگه کسی بخواد یک تا پرست بگه باز درست تر گفته تا برای مونوتئیسم. یک تا پرست اینجا میشه، اگه کسی بگه یک مان خیلی دور از ذهنه، آن یکی که داره ساختمان درونیه، میشه یک تا پرست رو گفت. اگرم در بحث ویژه از آیین زرتشت سخن بگیم، میتونیم بگیم یزدان پرست، یعنی اون اسم جمع هنوز هست که یزدان هستن، که زیر آرایش مرکزی هستن در حقیقت، نیروهای ایزدی گوناگون یزدان، که بعدا اسم جمع شده حالت مفرد پیدا کرده، تو رومی ما بهش میگیم پلورال تانتو. ولی اسم جمع ما تو فارسی داریم، مثلا پایگان، این پیاده هایی که پیادگان که پیاده میرن و بعد ولی جمع میشه به مجموعه نیرو زمینی پیادگان اینها. این یزدان اون کار شد، یعنی که نشون میده که نیروهای ایزدی در این دین بودن کنار ایزد مرکزی و بعد ولی آرایش پیدا کردن، یه حالتی یکسان پیدا کرده. اگه کسی بنابراین وارد بحث شد با شما که آقا شما آخر سر توحید هستید یا نه، بگید نه توحید مال شما ابراهیمی هست، ما یزدان پرست هستیم. از من بس. سپاس.